چرا در بین ادیان الهی فقط در اسلام شراب حرام است؟ این بیان که شراب تنها در اسلام حرام است، باور غلط و نادرستی است. شراب در تمام ادیان الهی ممنوع و نسبت به آن نهی وجود دارد. در یهودیت نوشیدن مشروبات مست کننده و شراب و حتی انگور تازه یا خشک به علت تأثیرات مخرب و زیانبار نهی شده است. به عنوان مثال در عهد عتیق، سفر لاویان، فصل دهم، فقره 8 و 9 چنین آمده است: و خداوند هارون را خطاب کرده گفت: تو و پسرانت با تو، چون به خیمه اجتماع داخل شوید، شراب و مسکری منوشید، مبادا بمیرید. این است فریضه ابدی در نسل‌های شما. و یا در جای دیگری از عهد قدیم، سفر داوران، فصل 13، فقره 4 چنین میگوید: و الان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور. در شریعت یهود با توجه به همین نکته‌ای که در سفر لاویان آمده و ما نیز به آن اشاره کردیم، حکم مجازات کاهنینی که شراب و دیگر مسکرات را مینوشند مرگ عنوان شده است. در مسیحیت هم وضع به همین گونه است، چرا که اولا عهد عتیق که کتاب مورد قبول مسیحیان است، شراب را حرام اعلام نموده و حکم به تحریم آن کرده است. علاوه بر عهد عتیق، در عهد جدید و انجیل همچنین اعتقادی یعنی حرمت شراب پابرجاست. به عنوان مثال در عهد جدید، رساله پولس رسول به افسوسیان، فصل 5، فقره 18 چنین آمده است: مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. در آیین زرتشت هم ظاهراً وضع به همین منوال است. در ضمن پاسخ یکی از معبدان زرتشتی به پرسش یکی از مخاطبین چنین آمده است: آیا در گاتها و کتب دینی زرتشتیان نوشیدن مشروبات الکلی منع شده است؟ استفاده از هر گونه خوراک، نوشیدنی یا موادی که موجب آسیب رساندن به جسم، جان و خردمندی انسان شود، از دیدگاه اشو زرتشت ناشایست میباشد. در بینش اشو زرتشت، تشخیص اثرات هر کدام از اینها بر وجود انسان بستگی به خرد همگانی و دانش زمان دارد. با توجه به این مطالب میتوان صریحاً ادعا نمود که شراب در تمام ادیان الهی ممنوع و حرام بوده و هست. اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست.